انقلاب توش صداقت و صراحت هست. مثل یک ملت بود برای این ملت ما. آخرین روزهای بهار سال 60 است. مردم چند روزی است از هر منطقه تهران خود را به درب فلزی مجلس شورای اسلامی در خیابان بهارستان می رسانند. روی پلاکارت ها جملاتی با مضمون رأی به بی‌کفایتی بنی صدر دیده می شود. هاشمی رفسنجانی به تظاهرات کنندگان این نوید را می دهد که در یکی دو روز آینده تکلیف رئیس جمهور مشخص می شود. همونطور که ملاحظه کردید ما از صبح تا به حال مشغول رسیدگی به این مسئله بوده ایم. به این بحث هنوز فردا هم ادامه داره. ما از شما خیلی متشکریم به خاطر حضورتون در صحنه و تقاضا می کنم بیش از این ما رو شرمنده نکنید، تو این آفتاب گرما نمونید و تشریف ببرید به منزل هاتون. انشاءالله فردا عصر یا پس فردا صبح شما نتیجه بحث ما رو خواهید دید. همزمان در گوشه دیگری از پایتخت منافقین و هواداران رئیس جمهور در حال ایجاد آشوب و ناامنی هستند. همون بنی صدر زدنش فقط بخوام بفهمم. اما در نهایت اولین رئیس جمهور ایران بر اساس اختیارات قانونی مجلس مهر عدم کفایت سیاسی می‌خورد و زمینه برای اقدام امام بر اساس قانون اساسی در عزل بنی صدر فراهم می‌شود. آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده. منافقین بلافاصله بنی صدر را به خانه های تیمی میبرند و با انتشار یک بیانیه وارد فاز مبارزه مسلحانه با انقلاب اسلامی میشوند. درگیری ها در خیابان های تهران به اوج خود میرسد. 5 روز از عزل بنی صدر میگذرد. جنگ با عراق و همزمان شورش منافقین بحث داغ محافل داخلی است. آیت الله خامنه ای نماینده امام در شورای عالی دفاع که از جبهه ها برگشته به یکی از مساجد جنوب شهر به نام ابوذر برای اقامه نماز و سخنرانی می رود. در هنگام سخنرانی جوانی که تیپ معمول این روزها را دارد خود را با یک ضبط صوت به تریبون می رساند و ضبط صوت در مقابل سخنران قرار می گیرد. این روزها ضبط سخنان مقامات با ضبط صوت اقدامی عادی است. در زمان امیرالمومنین زن در همه جوامع بشری نه فقط در میان عرب ها مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های در این ترور آیت الله خامنه‌ای جراحات جدی می‌بیند و به بیمارستان بهالو و سپس به بیمارستان قلب شهید رجایی برده می‌شود. مرحوم قدرشناس و انقلابی تهران با تجمع در مقابل بیمارستان بهالو با سردادن شعارهای ضمن اعلام انزجار از عاملان بمب‌گذاری روز گذشته یک بار دیگر وفاداری خود را به امام و انقلاب اسلامی ابراز کرد. هفتم تیر 1360 و تهران هنوز در شوک حادثه خونین روز گذشته است. ساعت حدود 23 دقیقه را نشان می‌دهد. جلسه حزب جمهوری اسلامی در ساختمانی در سرچشمه در حال برگزاری است. رئیس جلسه سید محمد حسینی بهشتی رئیس دیوان عالی کشور است. دقایقی بعد با انفجار دو بمب قوی سالن جلسه به ویرانه ای تبدیل می شود. آیت الله بهشتی و 72 نفر از کسانی که در جلسه حضور داشتند به شهادت می رسند. خبر شهادت آیت الله بهشتی از زاویه های خاص شوکی عمیق تر بر بخشی از جامعه وارد می کند.
این بخش از مردم به علت شایعات مکرر و فراوان ماه‌ها و هفته‌های اخیر درباره آیت الله بهشتی نسبت به او نگرشی منفی پیدا کردند. صبح اون روزی که مرحوم آقای بهشتی و اون 70 نفر مظلوم در اونجا اونطور به وضع فجیع شهید شدن، مردم فرق کردن. یه دفعه تمام صحبت ها برگشت. اونایی که فریاد، همونایی که بهشون تزریق کرده بودن که این آدم چطور و کذا و کذاست و اونطور برایشون شعار به ضدشون دادن، یه دفعه شعارها برگشت و به نفع ایشون شد، یعنی به نفع اسلام شد. حالا این بخش از مردم بیشتر از دیگران پشیمان و متعلم هستند. ما حرفامون هم راست و پوسکنده است، تعارف با کسی نداریم. انقلاب توش صداقت و صراحت هست. صداقت و صراحت بهشتی، توان مدیریتی او، تسلطش بر مبانی اسلامی و علوم نوین و استقامت در مقابل هجمه از او چهره‌ای به یاد ماندنی ساخته است. شما بیش از 25 سال یک رژیم صفاک خونخوار رو در ایران حمایت کردید. شما بیش از 25 سال ثروت این ملت رو به یغما بردید، به تاراج بردید. شما بیش از 25 سال بهترین جوانان ما را به شکنجهگاه های شاه فرستادید. بیش از 25 سال تلاش کردید برای اینکه اون که در این کشور اصالت هست نابود کنید. سالها به دست رژیم عامل شما رهبر محبوب انقلاب رو از ایران دور کردید. همون وقتا هم میگفتید ما دوست ملت ایران هستیم، دوست کشور ایران هستیم. ملت ما میدونه اینها دروغه. الان هم عمل شما برخلاف این حرف شماست. شما همین دو روز قبل شاه رو در آمریکا پذیرفته اید. آیت الله بهشتی از صحابه اصلی امام خمینی رحمت الله علیه بود. این پیروی خالصانه از آنجا عمق یافته بود که بهشتی از بن دندان به ولایت فقیه معتقد بود. در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت، یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری، بر عهده فقیه. فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلام شناس مطلع ورزیده متخصص. ما گفتیم مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه یک این فردی است. به فرموده امام بهشتی یک ملت بود برای ملت ایران. این تعبیر را امام فقط برای بهشتی به کار برده بود. این آقای بهشتی مسلمان متعهد مجتهد، این چه کرده بود که تو تاکسی می نشستی می بینید که دو نفر آدم که با هم بودن یه حرفشون فوش بود، تو اجتماعات یه دسته مرگبکی طالقانی ها تو کشتی. شما ببینید چه ظلمی به یک همچه موجود فعالی که مثل یک ملت بود برای این ملت ما، با چه حیله های این را میخواستن بیرون کنن. خب حالا رفت از کنار، ولی اونا بدانن که با رفتن این و اون و اون و اون خیر مسائلشون حل نمیشد. مردم بیشتر میفهمن که شما چه کاره بودید و میخواستید چه بکنید. این شهید بزرگوار یک نعمتی بود، هم برای انقلاب هم برای بالخصوص نیروی قضایی جمهوری اسلامی. مرد صاحب فکر، صاحب اراده قوی، منضبط، اهل کار، پرنشاط، نعمت بزرگی بود. انقلاب توش صداقت و صراحت هست.
مثل یک ملت بود برای این ملت ما.